سلام، به نگاه سیاسی روز خوش آمدید. حسن روحانی زیر بار تعهد قرار دارد. تعهدی که با شعارها و وعده‌های انتخاباتی قبل از انتخابات 24 خرداد 92 آغاز و با اعتماد مردم به وی در قامت رئیس جمهور ایران ادامه یافته. یکی از تعهداتی که روحانی بر آن متعهد و بر لزوم دستیابی به آن تأکید می‌کرد، پایان رکود اقتصادی و پویایی کسب و کار جامعه بود. مردم امید داشتند که تحقق وعده‌های رئیس دولت 11 گشایشی در بازار اشتغال و کاهش نرخ تورم ایجاد و به تبع آن موجب رفاه اجتماعی گردد. وی از هنگام حضور در پاستور راه حل مشکل اقتصادی کشور را در تغییر جهتگیری‌ها در سیاست خارجی و تعامل با دنیای پیرامون در بحث هسته‌ای و از آن طریق برداشته شدن تحریم‌ها را شاه کلید حل مسائل اقتصادی تشخیص داد. روحانی برای حصول به این منظور با حمایت آیت الله خامنه‌ای، ظریف و تیم وزارت خارجه اش را مسئول این کار کرد و با توافقات نسبی صورت گرفته در ژنو توانست بخشی از تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورد. اما عملاً این مسئله نتوانسته تا کنون اقتصاد به هم ریخته حاصل از 8 سیاست‌های جاهلانه و عوام فریبانه قبلی را فعال و پویا کند. به نظر می‌رسد راه حل مشکلاتی از قبیل تورم، گرانی، بیکاری، فقر، سفره خالی کارگران، بدهی فراوان دولت به بخش خصوصی و کسری بودجه شدید را تنها نباید در سیاست خارجی و برداشته شدن تحریم‌ها دنبال کرد، بلکه حصول به این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت و اجرای دقیق آن در زمینه‌های دیگر نیز می‌باشد. اما با وجود اینکه هم شخص حسن روحانی و هم تیم اقتصادیش عقیده دارند دوره رکود اقتصادی روزهای آخر عمرش را طی می‌کند، ولی نشانه های این مهم به چشم نمی‌رسد و متاسفانه اقدامات دولت برای پایان دادن به مشکلات به صورت ملموس مشاهده نشده. روزگاری سیاسیون رسیدن احمدی نژاد به جایگاه ریاست جمهوری را یک پارچه شدن نظام بیان کرده و آن را سرمنشأ تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی عنوان می‌کردند، که به راستی این مسئله اتفاق افتاد. در عرصه سیاسی منزوی شدن و تحریم‌های شدید بین‌المللی و افول جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی را شاهد بودیم و در عرصه اقتصادی تورم لجام گسیخته، گرانی و بیکاری فزاینده حاصل همین یک پارچه شدن سیاست‌های کلی حاکمیت بود. در شرایط کنونی دولت 11 میراثی را از دولت گذشته به ارث برده که تغییر و تصحیح آن مستلزم تحرکات بنیادی و ترسیم افق‌های اقتصادی با استفاده از تجربیات گذشته است. اما متاسفانه برخی اقدامات دولت نظیر تن دادن به ادامه پرداخت یارانه نقدی نشان از این آینده نگری ندارد. رئیس دولت 11 باید بر این نکته واقف باشد که حل مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات یکی از خواسته های اساسی مردم است و جامعه ایران تغییرات فوری و اساسی در معیشت و زندگی روزمره خود را خواست دارند. در این زمینه حسن روحانی تعهدی را قبول کرده که عدم موفقیت در انجام آن یک بار دیگر مردم را از اعتماد به دولت پشیمان خواهد کرد.